220 خاطرات پدر. بابایی این چیه داری نگاه میکنی؟ یه آلبوم قدیمیه. میشه ما نگاه کنی؟ بله چرا که نه. وای بابا چقدر اینجا شبیه دانا بودیم. دانا شبیه منه. آره اینجا 7 سالم بود، تازه رفته بودم مدرسه. این دیگه کیه شما پلوش واسادیم بابا؟ این عکس معلممه، آقای روشنی. معلم؟ این آقای معلمتون بوده؟ بهش نمیاد، چقدر بد اخلاق بوده. بسرم از ظاهرش قضاوت نکن، اتفاقا خیلی هم مهربون بود. درسم منم خیلی دوست داشت و جزو معلم های نمونه منطقه بود. خب بریم صفحه بعد. آها اینا هم دوستای همکلاسیم هستن. این حسنه، اینم امیره، این یکی هم ناصره که خیلی شیکمو بود، هر چی دم دستش بود میخورد. یادمه یه بار زنگ ورزش بود، همه رفته بودیم تو حیاط. خب بچه ها درست وایسین تو صف. اسم هر کیو میخونم دستشو بیاره بالا. کمیزی حاضر. آستانی حاضر. قاسمی قاسمی، ناصر قاسمی نیومده؟ آقا اجازه، صبح اومده بود، ما دیدیمش ولی الان نمیدونیم کجاست. برو پیداش کن بیاریش. بله آقا. عجیب، این بچه کجا رفته؟ جانم آقا بی زحمت یه دونه از اون خوراکی ها از جدید اومده، دراز نارنجیه. چی بود؟ پفک نمکی از اونا یه دونه بده. آقا چیز نیست، زورت هم داری یه دونه بده. آقا کجا رفت؟ ناصر یعنی کجاست؟ ناصر، ناصر کجایی؟ من اینجا. کمک. آی شکمم، آی دلم. ناصر چی شده؟ چی کار داری میکنی تو؟ وای رضا جون به دادم برس، دلم داره از درد میترکه. آخه چرا؟ تو که حالت خوب بود که. راسته شما که رفتین تو حیات، من یواشکی اومدم تو کلاس و هرچی خوراکی و تغذیه تو کیف بچه ها بود و خوردم. چی؟ خوب بعدش چی شد؟ هیچی، چی میخواستی بشه؟ بگینیه بابا، با کمک معلم بردیمش دکتر. آخه تفلکی، اینجا چند سالته بابا؟ اینجا حدوداً هم سن و سالای تو بودم. اینم تیم فوتبال مدرسه موره، من دروازه‌بان بودم. چه جالب، بهتون نمیاد. تیمتون قوی بود؟ هی بدک نبود، ولی حسن از هممون بهتر بود، 100 تا روپایی میزد پشت سرم. هیچ وقت فکر نمی کردم شما فوتبالیست بوده باشین بابا. البته این یه اتفاق بود، اوایل هیچکی منو بازی نمیداد چون تیم مدرسه کامل بود و احتیاجی به من نداشتن. بگیر علی. ها مواظب باشین بچه ها. ای بابا تو بلو پاس بده، پاس بده عجی، برو جلو. از این بر الان گل میشه. ای بابا ماما هنوز بچه این. بنداز بابا حرف زن، حرفتو نشنیده میگیرم. بنداز اینجا، این بر بگیر. من نمیذارم گل بزنی. جدا هستم، کار خودتو بسر. بگی بگو 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 بگو. تفلکی نگاش کن، تکونم نمیخوره، فکر نکنم دیگه بتونه تو این فصل برامون بازی کنه. حسن حالا چی کار کنی؟ بدون دروازه‌بان که نمیتونی بازی کنی پسر. بذار الان درستش میکنم. آی رضا دوست داری بازی کنی؟ با تو هم میخوای دروازه‌بان وایسی؟ با من بود؟ آره دیگه، پس با کی بود؟ زود باش جواب بده، میای تو تیم ما یا نه؟ من آره. آخه چیزه فکر نکنم از پسش بر بیام، آخه من که دروازه‌بانی بلد نیستم. بیا بابا، بیا یاد بگیری. آره بابا. خب صف وایسا.
ها محکم این ستون. روبرو تو نگاه کن، نگاه تو از توپ برمدار. آماده ای؟ شوت. زکی حسن توی عجیب، هر کاری گفتی کردم و نمیدونم توپ چطوری رفت توی گل. گفتم فقط نگات به توپ باشه، خیالت راحت باشه. رضا وای خیت کاشتم. حواست کجاست؟ مطمئنم با اون بازی بعدی که داشتین حسن دور رفاقت با شما رو خط کشیده. نه نه اتفاقا من و حسن خیلی هم با هم دوست بودیم. آخه حسن ریاضیش خوب نبود و من بعد از کلاس بهش درس میدادم، اونم به من فوتبال یاد میداد. چه روزایی بود، یادش بخیر. میفهمم. من این آقا رو میشناسم. این همون نجابتی مگه نه؟ آفرین، این عکس مال وقتیه که هر دومون از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم. من و نجابتی توی دانشگاه خیلی با هم دوست بودیم. بابا شما جبهه هم بودین؟ این مال دوران سربازیمه. این کسی که داره میخنده جاسمه، آبادانیه. اینم که این طرف وایساده نجفه، بچه لرستان بود، راننده جیپ بود. این عکسم خودش با دوربینش انداخت. ها؟ خودش با دوربینش گرفته؟ پس چجوری خودش تو عکسه؟ حالا چرا این شکلی اونم اینجا؟ داشتیم فرار میکردیم پسرم. ها؟ فرار میکردی؟ از چی فرار میکردی؟ ده زود باش دیگه امو، یه عکس میخوای بگیری. اومدم دیگه، حالم نکن. خب آماده؟ بودو 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 بودو. دوربین گذاشتم رو کاپوت جیب. حالا همه بگیم پوتین پوتین. ما ماشین رو افتاد، فرار کنید، داره میاد این طرف. فرار کمک. بابا جون شما هنوزم با اینایی که گفتین دوستین؟ آره بابا جون، با بیشترشون در تماسم. مثلا نجف یه عکاسی زده، جاسم هم توی نیروی دریایی استخدام شده. دوستاتون تو دوره مدرسه چی، با اونام هنوز ارتباط داری؟ آره عزیزم، ناصر یه رستوران بزرگ زده، حسنم دبیر ورزش شده. شده تا حالا ببینیدشون بابایی؟ گاهی وقتا صبحای جمعه با هم میریم کوه. بابایی میشه این دفعه منم با خودتون ببری؟ آره پسرم حتما. خیلی دلم میخواد منم مثل شما یه عالم دوست داشته باشم. خوش به حالتون. آخه چطوری تونستین با این همه آدم دوست بشین و همشون رو نگه دارین؟ من که اصلا نمیتونم این همه دوست داشته باشم. ببین دخترم، آدم ها بر اساس مشترکاتی که با دیگران دارن با اونا دوست میشن، مثل هم سن و سال بودن یا هم کلاسی بودن یا هم تیمی بودن یا مشترکات خلق و خویی. من و لیلا و گلرخ میخوایم تا آخر عمر با هم دوست بمونیم و با هیچ کس دیگه دوست نشیم. همه بچه ها وقتی کوچیک هستن فکر میکنن تا آخرش با همون دوستایی که دارن میمونن، ولی بعد اتفاقایی تو زندگی هر کسی رخ میده که مجبور میشه از بعضی از دوستای قبلیش دل بکنه و دوستای تازه‌ای پیدا کنه. منم اون وقتا فکر میکردم هیچ وقت دوستی مثل ناصر پیدا نمیکنم، ولی بعد که مدرسه هامون عوض شد با حسام و سهراب دوست شدم و بعد یه عالمه آدمای دیگه، دوستای جدید. البته این باعث نشد دوستای اولمو فراموش کنم. من دوست دارم با همه آدما دوست بشم، حتی دوست دارم با پرنده ها و حیوانا هم دوست بشم. این که نمیشه، بازم خیال بافی کردی دانا. خیلی هم میشه. هیچ هم نمیشه. چرا میشه؟ نمیشه، نمیشه. حالا وقتی باشون دوست شدم میفهمی. اینو به همین خیال باش. آروم باشین بچه ها، چه خبره؟ چرا اینجوری با هم حرف میزنین؟ از همه دوستی ها مهمتر دوستی با برادر و خواهره. یه خواهر و برادر خوب باید همیشه با هم دوست و همراه باشن. در مورد پرنده ها و حیوان ها هم باید بگم، چرا که نه، میتونیم با اونا هم دوست باشیم. همین که اذیتشون نکنیم و بهشون غذا بدیم یعنی باهاشون دوستیم. خیلی خوب دانا جون، منو ببخش که احساسات رویایی تو درک نکردم. چه زود خوابش بود. فکر کنم داره خواب دوستای جدیدشو میبینه، پرنده ها رو میگم. دوستی خوب مثل گیاه نیاز به مراقبت داره. حواست باشه که اگه بهش بی‌توجهی کنی خشک میشه و از بین میره. دوستی یه گیاه باشه بابا، شما الان یه باغ بزرگ دوست دارین.